خوش آمدید به برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب در ایران در روز 17 بهمن. روایت شده که آیت الله خمینی در آستانه بازگشت به ایران گفته بود وقتی که برگردد به قم می‌رود و به دنبال کسب قدرت نیست. بنابر اسناد دولت آمریکا که به تازگی از محرمانه بودن خارج شده، هم آیت الله خمینی به یکی از شاگردانش گفته بود که در پی کسب قدرت نیست و اصلا امکان ندارد که در ایران جمهوری اسلامی برپا شود. آن شاگرد مهدی حائری یزدی، فرزند آیت الله عبدالکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیه قم بود. رابطه آمریکا و آیت الله خمینی و بعدها یکی از منتقدان بنیانگذار انقلاب اسلامی. کامبیز فتاحی گزارش می‌دهد. جمهوری اسلامی 40 پیش هنوز مفهومی ناشناخته و مبهم. بنیانگذارش در تبعید پرچمدار آزادی، سخت در پی تأسیس یک حکومت اسلامی. کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بود است که آلین فقط از این میترسن دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانونه. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند اسلام او را حذف کرده. عده‌ای از دوستان دیرین آیت الله خمینی اما بنابر اسناد دولت آمریکا از برنامه تأسیس یک جمهوری اسلامی نگران بودند. نگرانی هایی که حالا بعد از گذشت 4 دهه در گزارش هایی از این دست روشن‌تر شده. یکی از آن دوستان نگران مهدی حائری یزدی، فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم و از نزدیکترین شاگردان آیت الله خمینی در دوران جوانی. آقای حائری یزدی در زمان انقلاب ایران در آمریکا زندگی می‌کرد و بنابر اسناد مقامات آمریکایی را در جریان مکاتباتش با آیت الله خمینی قرار می‌داد. بنابر یک سند جدید، مهدی حائری یزدی هولوحش آذر 57 به آیت الله خمینی نامه‌ای نوشته و به او توصیه کرده که عملگرا باشه، چرا که به نظر او جمهوری اسلامی یک مفهوم آرمانگرایانه است. بنابر همین سند، آیت الله خمینی حدود 1 ماه بعد از نوفل‌شوتای فرانسه پاسخی به حائری یزدی میده که به نظر میرسه تا حد زیادی نگرانی‌های این روحانی مرتبط با دولت آمریکا رو برطرف کرده باشه. پاسخ آیت الله خمینی به شاگرد سابقش بنابر سند مورخ 23 دی 1357، خمینی پذیرفت که باید واقع‌گرا بود و اینکه جمهوری اسلامی عملی نیست. او تأکید کرد که شخصا در پی هیچ مقام سیاسی نیست. در سند همچنین آمده حائری مطلع شده است هرچند خمینی محتوای نامه او را فاش نکرده، آن نامه بر خمینی به طور جدی تأثیر گذاشته است. بنابر اسناد آمریکا، آیت الله خمینی در آستانه بازگشت به کشور از طریق دستیارش ابراهیم یزدی با واشنگتن تماس داشت و پیام رد و بدل می‌کرد. از جمله پیام روز 7 بهمن 1357 که در آن تاکید کرد جمهوری اسلامی با آمریکا خصومتی نخواهد داشت و به منطقه انقلابی صادر نخواهد کرد. حدود 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب، حالا این نوبت واشنگتن بود که به آیت الله خمینی پیامی بدهد. یک پیام دوستی محرمانه که بنابر اسناد جدید آمریکا در تابستان سال 1358 به او منتقل شده. رابطه واشنگتن حائری یزدی. خلاصه پیام: دولت و مردم آمریکا نسبت به تجربه دشوار مردم ایران در ظرف 1 سال گذشته احساس همدردی می کنند. ما ابداً در امور داخلی ایران دخالتی نداریم و امیدواریم که اگر خمینی یا نزدیکانش درباره این موضوع تردیدی دارند، آن را به ما اطلاع بدهند. ما درباره موقعیت آمریکا در ایران مقاصدی نداریم و خواهان آن هستیم که ایران تحت نفوذ شوروی قرار نگیرد. و این واکنش آیت الله خمینی به پیام آمریکا بنابر روایت مهدی حائری یزدی. خمینی درباره پیام حرف مهمی نزد، اما از دریافت آن به وضوح خوشنود به نظر می رسید. اشغال سفارت آمریکا در تهران اما محاسبات خیلی ها را برهم زد و به عقدی برخی ناظران راه را برای اجرای نظریه ولایت فقیه هموارتر کرد. نهادینه شدن قدرت مطلق آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیه بنیانگذار جمهوری اسلامی اما در بین روحانیت شیعه مخالفان زیادی داشته، از جمله رابطش با آمریکا آقای حائری. خب بعد فهمیدیم که ایشون یک نقشه‌های دیگری داره. مسئله این نیست که بخواد مملکت رو اداره کنه، بخواد ولایت فقیه درست کنه، میخواد یه مش عمله و عکله جاهل و نادان خودش رو بفرسته این روزگار بد و سیاه رو بر سر مردم ایران به وجود بیاره. آقای خمینی قدم به قدم پیش آمد
و به میزان تواناییش قدرت خودش رو تثبیت میکرد و رقبای خودش رو حذف میکرد. حواسش بود که مبادا از اول چنان قدم برداره که رقبای قدرتمندش برانگیخته بشن و در حقیقت موقعیت او رو متزلزل کنن. به نظر میرسد خیلی ها از زن خود یارو همراه آیت الله خمینی شده بودند. گروهی میگویند از قبل نقشه قبض کردن قدرت را داشته. عده‌ای اما معتقدند سیر حوادث بود که او را به این مقام رساند. هر چه بوده و هر نیتی که داشته، حکومتش با انتظارات خیلی از آشنایان جدید و دوستان دیرینش فاصله زیادی داشته. کامبیز فتاحی، بی بی سی، واشنگتن. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا آمریکا به ما پیوسته. آقای فرهنگ، آقای خمینی گفته که به دنبال هیچ مقام سیاسی نیست، با آمریکا خصومتی نخواهد داشت، به منطقه انقلاب صادر نخواهد کرد، اما در نهایت می‌بینیم که حکومتی بر اساس ولایت فقیه برقرار کرد در ایران. آیا او از اول به دنبال قبض قدرت بود یا اینکه سیر حوادث منجر شد که او در چنین موقعیتی قرار بگیره؟ من در اواخر دسامبر 1978 در تحقیق برای نوشتن مقاله‌ای برای مجله اینکویری که در سان فرانسیسکو منتشر می‌شد بودم. به واشنگتن رفتم و با برخی از کارشناسان و مقامات آمریکایی در رابطه با نهضت انقلابی ایران گفتگو کردم و بعد از اونجا رفتم نفل شاتو. در اونجا دکتر یزدی منو به خمینی معرفی کرد و من مصاحبه‌ای با خمینی در این برای نوشتن این مقاله داشتم. در اول مصاحبه خودم رو معرفی کردم، گفتم من معلمم و در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تدریس میکنم. او بلافاصله حرف منو قطع کرد و گفت منم طلبم و هیچی برای مهمتر از این نیست که برگردم به قم و کار طلبگیم رو از نو شروع بکنم. و بعد به او گفتم که مقامات آمریکایی نگران اینن که کمونیست‌ها بعد از رفتن شاه، بعد از شکست شاه، بتونن نفوذی در ایران داشته باشن، که در دوره جنگ سرد واقعا نگرانی اصلی آمریکا هم بعد از اینکه به این نتیجه رسیدن که شاه رفتنیست این بود که بعد از شاه چه نقش شوروی و کمونیست‌ها در ایران ایفا میکنن، که خمینی بلافاصله گفت به اونها بگویید که اونها حداقل به خدا اعتقاد دارن، بنابراین هیچ نگرانی از این نداشته باشن که شوروی و یا کمونیست‌ها در رخنه‌ای در نهضت انقلابی ایران و یا حکومت جدید ایران داشته باشن. این تجربه شخصی من بود که البته در اون موقع و من در عفو بین الملل فعال بودم و این حرفای خمینی دقیقاً موزیکی برای گوش من بود. ولی واقعا صداقت شما احساس کردید توی این گفتگویی که شما با آقای خمینی داشتید، فکر می‌کنید چقدر صادق بود؟ ببینید، بعد که من در اون واقع هیچی از خمینی نخونده بودم، ولی بعد وقتی رفتم کشف الاسرار رو خوندم، دیدم در کشف الاسرار از صفحه 70 تا 72 او راجع به تقیه صحبت میکنه و این تقیه رو به عنوان یک اصل اسلامی مطرح میکنه که وظیفه مسلمان‌ها اینه که برای پیشبرد اهداف خودشون از هر وسیله‌ای استفاده بکنن. یعنی حرفی که ماکیاول زد، هدف وسیله رو توجیه می‌کنه، برای آقای خمینی یک اصل مذهبی شده بود که در تمام موارد ازش استفاده می‌کرد. و وقتی به ایران بازگشت و خبرنگار خارجی از او سوال کرد که چرا بین مواضع او در پاریس و عملکردش در ایران تفاوت‌های کیفی وسیعی وجود داره، او در یک کلمه گفت خود اکردیم. بنابراین به مبنای رفتار آقای خمینی و تجربیات دیگری که با او داشتن، از اول هدف وسیله رو توجیه میکنه. راهنمای رفتار و کردار و گفتار آقای خمینی بود و خوب میدونست که اگر بخواد واقعیات رو بگه، نمیتونه از اون حمایتی که در اون موقع بود برخوردار بشه. اونطور که در گزارش کامبیز هم داشتیم، از قرار در نامنگاری هاشون با آقای حائری شیرازی گفته بودند که جمهوری اسلامی عملی نیست. فکر می‌کنید این هم در راستای همون خودها بوده یا اینکه واقعا در اون مقطع آیت الله خمینی فکر می‌کرده که جمهوری اسلامی عملی نیست؟ ببینید، اگر ما
کشف الاسرار رو بخونیم که در واقع موضع خمینی و بعد هم ولایت فقیه رو بخونیم، میبینیم که خمینی یک مطلق اندیشی است که به هیچ نوع حکومت برای هیچ نوع حکومت دیگری مشروعیت قائل نیست. و حتی در اوائل امر وقتی عربستان سعودی به خمینی تبریک گفت و گفت که اسلام میتونه مبنای همکاری بیشتری بین ما باشه، او مشروعیت رژیم عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داد و گفت تمام مسلمان‌ها باید زیر بسیار تحت رهبری جمهوری اسلامی باشند. بنابراین مطلق اندیشی و فرامرزی او فکر کرد، مثلا مخالفت او با ناسیونالیسم که ما اون موقع این رو نمیدونستیم و نخونده بودیم، ولی در کشف الاسرار ضدیت او با ناسیونالیسم بسیار روشنه. بنابراین خمینی از جهت فلسفی و مذهبی معتقد به مطلق اندیشی حکومت جمهوری اسلامی بود، ولی به عنوان یک سیاستمدار، به آدمی که در واقع یک خودگر از جهت سیاسی و قدرت آدم باهوشی بود که بهترین راه پیشبرد کارش قبل از رفتن به ایران و تثبیت قدرت چه رفتاری باید داشته باشه. من معتقدم که نیت او از اول روشن بود، رفتار و کردار او در چارچوب تقیه یا هدف بسیده رو توجیه میکنه قابل فهمه. فکر میکنید که چرا آمریکا متوجه این نشد؟ برای آمریکا مهم زیاد نبود به نظر من که خمینی در داخل چه میکنه. تا آمریکا در اون موقع و یا امروز مخالفت اساسی با استبداد نداشت، تا زمانی که استبداد میتونست در جهت اهداف آمریکا باشه. در اون موقع توجه داشته باشین که به طور کلی از جهت آمریکا و اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی، مذهب نیرویی بود که بر ضد کمونیست بود و حتی در دوران شاه نیروهای چپ و نیروهای لیبرال سرکوب شده بودند، ولی مذهبی ها از امکانات و آزادی های قابل توجهی برخوردار بودند. بنابراین در آمریکا فکر میکردن، خصوصا برژنسکی، که اگر ایران یک کشور اسلامی و مذهبی بشه ضد کمونیست بودن ایران تضمین شده، بنابراین ممکنه که منافع اقتصادی آمریکا مثل گذشته تضمین نشه، ولی از نظر امنیتی و رقابتهایی که با شوروی دارن ایران اسلامی مخالفت و ضدیت قابل توجهی با آمریکا نخواهد داشت. متشکرم از شما. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون. بی بی سی فارسی با عده‌ای از مهاجران ایرانی پس از انقلاب در پاریس گفتگو کرده که در هر شب روایت یکی از اونها رو از تاثیر انقلاب بر زندگی شخصیش میشنویم. 30 سال نداشت که کارمند عالی رتبه دفتر نخست وزیر شد، اما دیری نپایید که انقلاب زندگیش رو دگرگون کرد. فرامرز رشیدی حالا در پاریس با تدریس موسیقی امرار معاش میکنه. گفتگوی پوریا ماهرویان رو با اون ببینیم. من فرامرز رشیدی هستم. به عنوان بخشدار وارد وزارت کشور شدم. در زمان بخشداری لواسانات آقای دکتر آموزگار، جمشید آموزگار، از وزارت دارایی به وزارت کشور آمدند. از اونجا من رئیس دفتر ایشون بودم. از اونجا به حزب رستاخیز رفتیم به عنوان رئیس دفتر دبیر کل حزب و پس از اون به نخست وزیری به عنوان معاون مدیر کل دفتر اختصاصی نخست وزیر تا روز آخر قبل از انقلاب انجام وظیفه کردم. موقعی که انقلاب شد شما کارمند عالی رتبه دولت بودین. این انقلاب چگونه زندگی شما رو تغییر داد؟ انقلاب که شد من رفتم عراق، تو استانداری عراق. خب خود استاندارش ردش از من پایین تر بود، هم تحصیلاتش هم رده شغلیش همه اینا، ولی خب توی اتاقی که 5 تا کارمند دیگه هم بودن، تا جایی که دیگه هم محیط اون شهر، هم خب خانوادم، خانومم و بچه هم تهران بودن، هنوز تو خیابون وزرا، چون اون زمان اجارمو نخست وزیری میداد. 2 تا اتومبیل با راننده در اختیارم بود، یکی در اختیار خودم، یکی در اختیار خانواده. حالا اومده بودم تو عراق با اتومبیل پدرم رو قرض کرده بودم، چون اتومبیل شخصی هم نداشتم. شبا میرفتم بروجرد میخوابیدم خونه یکی از دوستان، برای که در عراق جا نداشتم. حقوقی که میدادن کفاف هتل گرفتن رو نمیداد در عراق. خب خیلی ببینید دیگه چقدر تفاوت داشت. من هر روز بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر
این گردنه رو از عراق به طرف بروجرد میرفتم، شب میرسیدم بروجرد، خونه اون دوست میخوابیدم، خانوادهش از من پذیرایی میکردن، 6 صبح منو بیدار میکردن، باز با اتومبیل پدرم برمیگشتم میومدم عراق به استانداری. 7-8 ماه این وضع ادامه داشت تا خسته کننده شد، واقعا خسته کننده شد. خب فرم لباس پوشیدنم تغییر کرد، فرم زندگیم تغییر کرد، از خانواده‌ام دور بودم، بنابراین دیگه ادامه این وضع برام غیر ممکن شد. زندگی داخلی من به هم ریخت. بنابراین خواستم که از کشور خارج بشم. تقاضای تمدید پاسپورت کردم، پاسپورتمو دادم، گفتن ممنوع خروجی. یه مدتی هم با این ممنوع خروجی سعی کردم سر کنم، ولی محیط رو بسته تر احساس کردم. بنابراین به کوه زدم و آمدم ترکیه، و از ترکیه هم به فرانسه. بسیار خوشحالم از اینکه در فرانسه، در پاریس زندگی میکنم. با اینکه زندگی که در طی این 30 سال گذشته گذروندم بسیار دشوار بوده، اصلا اون چیزی نبوده که من فکر میکردم زندگی آینده‌ام باشه. برای اینکه اون روزی که من به کاخ احساسی نخست وزیر پا گذاشتم، از اونجا بود که سفیر میشدی، از اونجا بود که وزیر میشدی، از اونجا سکوی پرتاب بود اسمش، یعنی بچه های خود نخست وزیری کاخ احساسی رو میگفتن سکوی پرتاب. خب من اون رو از دست دادم، یعنی خودم رو تا اونجا رسوندم، انقلاب شد، بنابراین بزرگترین شانس هم اونجا قطع شد. اینجا که اومدم به هر کاری در توی هتل کار کردم، کار ساختمونی کردم، چیزی که اصلا فکر نمی کردم یک روزی کمک زندگی من باشه و من از اون امرار معاش بکنم. اون ویولونی بود که من در 5 سالگی یاد گرفتم. الان من چندین شاگرد ویولون دارم، ویولون ایرانی تدریس میکنم و تصنیف خوانی. من فقط تنها 3 سال پیش تقاضای نسیونالیته کردم که فرانسوی بشم به قول معروف. بله، توی اون مصاحبه اون آقایی که طرف من بود به من گفت چرا 30 سال پیش تقاضای نسیونالیته نکردی؟ اون موقعی که پناهنده هم بودی فوری بهت میدادن. گفتم برای اینکه هنوز دلم میخواست اسمم ایرانی باشه و یه روزی به مملکتم به عنوان همون ایرانی برگردم. گفت چرا حالا تقاضا دادی؟ گفتم حالا دیگه امیدم رو از دست دادم، حالا دیگه احساس نمی کنم که مملکتی دارم که بهش برگردم. گفتگوی پوریا ماهرویان بود با فرامرز رشیدی. در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب 57 نگاهی می‌کنیم به مطبوعات ایران در روز 17 بهمن. مسعود بهنود و مریم افشنگ مطبوعات اون روز رو ورق می‌زنند و نگاهی می‌اندازند به انعکاس وقایع 17 بهمن 57 در روزنامه‌های اصلی آن دوران. سلام آقای بهنود، روزنامه‌های 17 بهمن نشون میده که حمایت‌ها از دولت آقای بازرگان بیشتر شده. ببینید، 17 بهمن روز مهمی بود. اولا صبحش اتفاقی که افتاد این که تعداد زیادی هلیکوپتر و هواپیما فانتوم‌ها اومدن بالا سر تهران. بالا داریم می‌بینید در روزنامه اطلاعات. می‌بینید که اطلاعات چاپ اول دومش اینو داره. و بعد این آخرین هنرنمایی بودش که به اصطلاح ارتش کرد. بعد از این تقریبا میشه گفت که ارتش هیچ کاری نکرد. این جد مهم بود. و پیداست که تظاهراتی که برای بازرگان شد و اینکه بازرگان گفت کابینم کابینه خیالی نیست، یعنی در حقیقت جواب بختیار رو داد، صحنه رو کاملا تغییر داد و این رو میشد در بقیه روزنامه هم دید. این پایین هم داره میگه که لوایح انحلال ساواک و محاکمه وزرا تصویب شد. این از طرف آقای بختیار بود تصویب. بله، شد آقای بختیار برد این رو داد و مهم هم بود، آوانس بزرگی داد. در چندی مورد این کار رو کرد، یکیش هم مهمتر از همه لایحه بسیار انحلال ساواک بود که در این روز مجلس هم به خودش جنبید و تصویب کرد، او رو هم با هلیکوپتر بردودن سنا. این هم یه ذره مسئله شد در اون محل. روزنامه آیندگان داره میگه که جنرال هویزر از ایران رفت.
روزنامه ها چطوری پوشش دادن این جنرال آمریکایی اصلا حضورش در ایران رو؟ ببینید اولی که او اومد روزنامه ها در اعتصاب بودن ولی بعدن هم که روزنامه اومدن انقدر خبرهای دیگه داشتن که نمی‌رفتن، جز اینکه اصولا روزنامه ها با وجود اینکه ارتش رو سینه‌شون بلند شده بود و بختیار تعهد کرده بود ولی هنوز از ارتش جوری می‌ترسیدن و در نتیجه رعایت ارتش رو می‌کردن. تو همین روزها، در همین روزهایی که خیلی حوادث مهم افتاد و کیهان که از بقیه روزنامه زر تندتر بود اعلامیه ارتش رو چاپ کرده بود، اما هویزر زیر پوست بود، یعنی تو مقالات به خصوص تو نگاه آدمای چپ. همین روز قبل از رفتنش مقاله ای از رضا مرزبان چاپ شد که پرسیده بود آقا کجاست، ولی بعد از رفتنش اهمیتش پیدا شد و معلوم شد که ارتش عقب نشینیش درست یک روز بعد از رفتن هویزر. این پایینم از تیمسار ربیعی نقش شده که من یه فرماندهم و در سیاست دخالت نمی‌کنم، منظورش چیه؟ ببینید مهمه، چندین جهت مهم است. ربیعی افسر جوانی بود، فرمانده شده بود و بعد با نیروهاش نزدیک بود، دائما با اونا زندگی میکرد. اون تو متوجه شده بود که همافرا دارن زودتر از بقیه گروه ها از بدنه ارتش جدا میشن و به طرف آقای خمینی میل میکنن و همون رفت باهاشون صحبت بکنه. بعضیشون گرفته بودن اونا رو، واسطه شده بود آزاد بکنن و اینا، اونجا این حرف رو زد. ولی به طور کلی گفتن این حرف در اون فضا معنی داشت. تو صفحه داخلی زیر همین حرفایی که تیمسار ربیعی زده از کرایسکی نقل قول میکنه که به حکومت آمریکا درباره ایران اطلاعات نادرست داده میشد. خیلی حرف کرایسکی مهم بود. یادون باشه که کرایسکی صدر اعظم اتریش همراه با برانت صدر اعظم آلمان و پالمه نخست وزیر سوئد یک ترکیبی رو درست کرده بودن از سوسیال دموکراسی که در حقیقت مهمترین موضوع روز جهان بود و اونها خیلی خیراندیش جهان بودن. تو محیط زیست خیلی از مسائلی که بعدن شده مطرح کردن. به همچنین خیلی آبرومند بود کرایسکی در اون وسط. یهو وارد شد و گفتش که بله، این امریکایی‌ها ایران رو به عنوان کشوری که باهاش معامله بکنن و تجارشون برن بیان و اسلحه بفروشن اینا دیده بودن و ندیده بودن که این مردم مذهبی هستن و بنابراین بهشون گزارش‌های غلط داده شده بود. بریم سراغ روزنامه کیهان که از برنامه دولت بازرگان داره میگه. در حقیقت وقتی اعضای احتمالی شورای انقلاب و کابینه بازرگان رو میگه، از بعضی از افرادی که اسم میبره مثل آقای دکتر شایان، مثل ارتش بود جم، مثل علی اصغر آیس جوادی، اینا اصلا احتمالش پیش نیامد که نزدیک شن به شورای انقلاب. و اینجا در حقیقت یه نوع خوشبینی بود، یه نوع آرزو بود که شورای انقلاب از یه همچین ترکیبی درست شد. نه، نشد. بریم تهران مصور رو هم یه نگاهی بندازیم. ببینید در روزایی هستیم که بعد از ماجرای آتش سوزی یا آتش زدن شهر نو، ماجرا گرچه منعکس نشد به اون معنی در روزنامه ها، ولی تو روحیه و وجدان شهر به طور عجیبی اثر گذاشته بود. من شخصا دیدم کاوه گلستانی که این عکس ها از اوست که در اون وسط دوربینش رها کرده بود و رفته بود برای نجات به خصوص بچه ها، چون تصور میشد اون تو در یه فاجعه بزرگ اتفاق میفته که البته نیفتاد، یعنی کل قلعه آتش نگرفت، ولی همون که چند تا خونه آتش سوزی شد به اندازه کافی نگران کننده بود. برید همون موقع است که عکس های کاوه گلستان رو از شهر نو چاپ کردم به خاطر اینکه رنج و به سر ناراحتی رو که اینها میکشیدن و یه همچین ظلمی بهشون شده است نشون داده بشه و واقعا فقر و اندوه از سر و کله این عکسایی که گلستان گرفته میاد که هنوز بعد از 40 سال هنوز تکون دهنده است. خب ممنون آقای بهنود. فردا دوباره میریم سراغ روزنامه 18 بهمن و دولت آقای بازرگان. تشکر از هر دوی شما. به پایان این 60 دقیقه میرسین. من و نگین از شما خدافظی میکنیم.